سلام به همه دوستان عزیز، شب روز همگیتون بخیر باشه. امروز میخوام طرز تهیه شیرپره با شیر تازه را آموزش بدم بدون استفاده از شیر خشک. مواد لازم: 1 کیلو شیر، حدود 200 گرم خامه، حالا میتونید یا خامه شل استفاده کنین که این خامه شل هست، یا از این خامه صبحانه، پودر هل، گلاب، یک قاشق پر غذاخوری آرد سفید، نصف قاشق غذاخوری کره و 2 لیوان پر هم شکر از این لیوان های چایخوری. بریم بر درست کردنش. خب بر درست کردنش احتیاج دارین به قابلمه نچسب. بهتر از قابلمه نچسب استفاده کنید چون شیر خیلی زود طعم میگیره و اگر از زیر تبگیر رو بسوزه خب شیر برای شما خیلی تلخ میاد. 1 کیلو شیر رو میزیم داخلش. شده زیر گاز زیاد میکنین تا شیر کاملا به جوش بیاد، ولی باید هم بزنین که از زیر تر نگیره. بعد از اینکه جوشید، یعنی به جوش آمد، بعد زیرش کم میکنین، به شالت متوسط میکنین تا یواش یواش این شیر بجوشه و این مقدار شیر باید نصفه بشه. بعد مرتب باید ایستاده باشین و هم بزنین که از زیر اصلا نسوزه. خب معلوم به اینجای کار رسیدیم، شیرمون حدودا نیم ساعت بیشتر جوشیده، تقریبا نصفش خوش شده. من تو ببینید کم شده که اون 1 کیلو شیر توی مرحل الان شکر بشه داخل. شکرم که بریزین شکر مقداری آب میدازه، ولی خب هم بزنیم، مرتب هم بزنیم که از زیر نسوزه. یه 10 دقیقه که جوشید بعدش هل و گلاب اضافه میکنیم. خب عزیزان به این مرحله که رسیدیم ببینید شیر شکر چه مقدار شد. الان اون مقدار آردی که داشتیم با یه مقدار از این شیر داخل قاطی کردم و بریزید داخلش. آرد مستقیم نباید داخلش بریزیم چون این شیر داغ و آرد پودری داره، در جا گنده میشه. برطب هم بزن، یه مقدار هل اضافه بولا. توی مرحله خامه رو میشه داخل کنم، ببینی که دوباره حالت شد میدارم کنم مقدار، ولی نگران نباشید دوباره خوش رو میدن به صفر میشه. بعد مرتب هم بزنید تا خوش رو ببندید. خب عزیزان همینطور که میبینید شیرپره ما تقریبا حاضر میشه. مرحله آخر اول یه قاشق غذاخوری بهش کره اضافه میکنیم که شیرپره نرم و خوبش بیه. باید بازم باید هم بزنیم تا این مقدار سفته باشه. خب از نشیر بریم و حاضره. ببینید اون یک قاشق غذاخوری کره که بهش اضافه میکنه دیگه به ظرف نمیچسبه. این الان حاضره که تو ظرف رو بریم. من داخل ظرف این مقدار آلوفولی کشیدم، گردو و کنجد همتای قابلمه ریختم، یه مقدار گردو هم داخل خود شیر داره.
میتونی از پستان استفاده کنی دیگه به سندویچ‌هاش استفاده کنی. پسته، بادوم یا هر چیز دیگه. موضوع باشن که خیلی داغه مهم است. من کاسه آب سرد اینجا آلو کردم و الان به یک سطح به شپر صاف بشه میتونین از یک حالا با قاشق یا با لیسکار سطح شپر خود صاف کنیم. هم بزنید داخل آب که نچسبه. بیانم دیگه تمام. بعد 2 تا 3 ساعت بزنید تا کاملا خنک بشه، بعد میتونید برش بزنید. خب الان به مدت 2 ساعت هست که این شیپره داخل یخچال بوده و کاملا خودش رو گرفته. الان رو بذار داخل ظرف بذارید و برش بزنید. خیلی راحت این آلو خلیه بزنید داشت. یا قطعه به شما برسم که ببینم. خب شیپره ما تموم شد. من کامل رو برش زدم. همینطور که میبینید اصلا به دست هم نمیچسبه. مثل شیپره های حاضری بازار میه. میتونی خیلی راحت و آسون تو خونه درست کنید. تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدار.